خوبه، الان تو چه شرایطی هستی؟ هفته بعد تولیدو شروع میکنیم، فقط میمونه تبلیغ و فروش. برای اونم اگه آدمی مثل تو داشته باشیم کارمون خیلی جلو میفته. نه به نظرم نیازی نیست، یعنی آرامش بنده خدا رو به هم نزنیم. چرا اینطوری میگی کرم؟ خب شاید بنده خدا بخواد قبول بکنه. نه داداش، من نمیتونم، من دیگه خیلی وقت از این کارا نمیکنم و نمیخوام که دوباره به این کار برگردم. بر نگرد عزیزم، یعنی فکر کن این کار خاصو برای شرکت سارت میکنی، بیرون شرکت کار میکنی، چه شخص ما با ما باش کارمونو جلو بنداز، بعد اگه خواستی ورش کن. درست نمیگم درود ها؟ نه معلومه که میشه، عالی میشه. آره عالی میشه، خیلی عالی میشه. کن از خودو چی میخواد دو تا چشم؟ به جز این ضرب المثلای دیگه ای هم بود، ولی خب به ذهن من نرسید. ببین اگه این پسره بخواد به خواهر زن من گیر بده، از این کتاب ورق ورقش میکنم میندازمش تو دریا. باشه اگه میتونیم امتحان کن، ولی میدونی که دو روز بیشتر از قرار موندم. درسته دروغ گفته بود زنم موجودات متفاوتی هستن، باشه خانم، ولی نمیفهمم چی تغییر کرده. ها چی تغییر کرده؟ اگه مشکلی داره میومد میگفت، میشستیم با هم حرف میزدیم، با هم دیگه حلش میکردیم. اصلا نمیتونم بفهممش. عزیزم. بله. یه ساتور قرصابی به هم میدی. چرا؟ مگه چی شده؟ چون میخوام خودم رو بکشم. باشه باشه، ببخشید. چی کار کنم؟ نتونستم راه حلی پیدا کنم، گفتم از تو کمک بگیرم. به هر حال تو خوب میشناسیش، برای هم اونو نمیگم. تو داری همینجوری چرخ میزنی و حرفت هم میپیشونی. نکن. چی میخوای بگی؟ بگو، هم منو راحت کن هم خودت. حیات چشه؟ آها خودشه. خدا رو شکر، واقعا الان دلم میخواد گوسفند قربونی کنم، ولی بذار اول شکلاتم تموم شه بعد. اوکی. چیدم جون بهتره دیگه اینا رو نخوری عزیزم. چرا؟ ماما دریا شما هم میخواییم به هم بگین چا؟ نه عزیزم، چه ربطی داره؟ خب نکنه لقمه های منو میشمارین که کم بخورم؟ نکنه نمیخواییم پیشتون بمونم؟ باشه میرم. این چه حرفیه جونم؟ پس چرا چیپس ها ازم گرفتین؟ داشتم میخوردم. چون که کار قبلی تو سارت به دست آوردی، دیگه نباید اینا رو بخوری عزیزم، باید رو فرم باشی. چطوری؟ واقعا؟ تو سارت؟ مراد چی میگه؟ چطور قبول کرد؟ یه جوری قبول کرد دیگه. وای بذار بغلتون کنم، خیلی خوشحال شدم، خیلی ممنون. دارم برمیگردم سر کارم، دارم برمیگردم پیش مراد. اصلی آخه این چه ضرب المثلی بود که تو گفتی؟ چی شد؟ بازم اخر کردی؟ خسته شدم ابراهیم. نرماله، از اتفاقای دو ماه پیشت میشه یه فیلم هالیوودی ساخت. از این که وارد بازیم شدی و کمکم کردی ازت ممنونم. اونو بی خیال، خودت چطوری؟ نمیدونم. آدم نمیدونه چطوره؟ میدونی چیه، عادت ندارم کسی این سؤال ازم بپرسه. واقعا؟ پس بذار ازت یه سال دیگه بپرسم، تو از زندگی چی میخوای حیات؟ بازم یه سوالی که تا حالا کسی ازم نپرسیده. چی
چی میخوام؟ میخوام آزاد باشم. میخوام خانوادم به تصمیمای من احترام بذارن. میخوام روی پای خودم وایستم و مرادو میخوام. خیلی هم زیاد میخوامش. تو رو خدا ببخشید مراد جون، اصلا نتونستم بهت کمک کنم. متاسفانه منم بیشتر از چیزی که تو میدونی نمیدونم. تو چرا اینقدر آخه در مورد حیات درد میکشی؟ چه دردی عزیزم؟ فقط بابا همون دوستن، دخترشو به ما امانت داده، برای همین. آها، برای همین خودمو مسئول میدونم، درک میکنی که ها؟ آها. امروزم به هم گفت قراره یکی بیا تو زندگیش. خب آها. اوه نو وی، قراره یکی بیاد تو زندگی حیات؟ واو. یعنی چی؟ در مورد این به تو چیزی نگفته؟ نه نه عزیزم، رابطه ما فقط یه رابطه کاری، همین، هیچ چیز دیگه نیست. تو چرا حالا اینقدر به این موضوع گیر دادی ها؟ اونطور که فکر میکنی نیست. به نظرم در مورد روابط دو نفره تجربه کم داره. از صحبتی که بینمون گذشته این نتیجه رو گرفتم. نمیخوام ناراحت بشه، فقط همین. موضوع فقط همین. وای ببین، منم واقعا نگران شدم. زمونه خیلی بدیه. دختر جوونه، خوشگله، باها خیلی سنست. نگران نباش، خودم حواسم هست، بهت ازش خبر میدم. نمیذاریم دخترمون رو گرگا بخورم. خیلی خوب. صبح بخیر آقا مراد. صبح بخیر. جوابی که از فرانسه منتظرش بودیم اومد. ایمیل به همون خبر دادن، از پیشنهادتون خوششون اومده. ما هم به خاطر همین خواستامونو بهشون گفتیم و گفتیم خوشحال میشیم تشریف بیارین استانبول، اگه بخواین ما هم میتونیم بیایم اونجا. الان هم منتظر خبر هستیم. خبر خوبی بود مگه نه؟ آروم باش، همشو گفتی، فقط آروم باش. قرار بود اینا رو من بگم. ببخشید، من امروز یه خورده زیاده از هر خوشحالم. معلوم، من امروز یکم معدم درد میکنم، یه چای گیاهی برام بیاری لطفا. هی چشم قربان. Aşk laftan anlamaz.